بسم الله الرحمن الرحيم. دو هزار و پانزده میلادی، دلفس بوخل، اقامتگاه کوهستانی اتریش. بیلدربرگ سازمان جهانی مرموزی است که بسیاری آن را دولت پنهان جهان می داند. آیا ممکن است گروهی کوچک بر کل دنیا حکومت کند؟ اهداف و برنامه های جهانی آنها چیست؟ براستی معمار نظام نوین جهانی کیست؟ سازمانی مخوف با برنامه شیطانی که ریشه کهن در گذشته عالم دارد. برنامه شیطان. در سالهای بسیار دور، ابلیس به خاطر غرور و تکبری که داشت از درگاه الهی اخراج شد. او قسم خورد تا همه تلاشش را برای انحراف و سقوط بشر به کار گیرد و با تمام توانی که دارد انسان را در مسیر به سوی آینده با چالش و گمراهی مواجه سازد، از پیش رو و پشت سر و نیز از طرف راست و چپ بر آنها بتازد. شیطان ولی یه تاریکی و ظلمت است و خدا تا حدودی دست او را در زمینه های مختلف باز گذاشت تا اولیای خود را به سوی ظلمت و نابودی بکشاند. پس از ماجرای هبوط، دشمنی بزرگی آغاز شد و برای نخستین بار با اقوای شیطان خون انسانی پاک بر زمین ریخته شد و حزب شیطان راه به سوی آینده خود را با ابزار فساد و خونریزی از حزب الله جدا کرد. هناك جبهتان، جبهت حق و جبهت باطل. اگر شیطان تا یوم الوقت المعلوم از خدا مهلت گرفته، در حوزه مهلتی که گرفته بر بندگانی که ولایت او رو در واقع برمیگزینند میتواند وسوسه اعمال کند و آنچه هم که در حوزه مدیریت پیروان شیطان بر تاریخ میگوییم یک امر جبری و لازم الاتباع نیست. اگر در دوره پیروان شیطان قوت گرفته اند به دلیل سست عنصری کسانی بوده که این ولایت را پذیرفتند. شیطان از همان ابتدا آرمانها و آرزوهای دور و درازی داشت که با تمام قوا در پی تحقق آنها بود و همواره برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده و به سوی آینده راه می پیمود. توهین به انبیا و رسول علیهم السلام و مقدسات، ایجاد انحراف در ادیان الهی، نابودی و زوال انسانیت، نابودی و هلاکت بشریت، تسلط تاریکی و ظلمت بر جهان، دست یافتن به جاودانگی، خدایی کردن بر عالم، مورد پرستش واقع شدن، نابودی جبهه حق و حزب الله. حقیقت این است که شیطان دشمن شماست. شما نیز باید با او دشمنی کنید. خداوند وقتی به ملائکه دستور میده که به انسان سجده کنید، ابلیس لعین که در میان ملائکه، او از این کار سرباز میزنه. باطن ابلیس به این صورت آشکار میشه که از فرمان خدا سرباز میزنه، میگه من از آتشم و از خاک. یک قیاس، اولین کسی که قیاس میکنه ابلیسه. ملائک بعد از اینکه ماجرا براشون توضیح داده شد، این با آدم علیه السلام اتفاق افتاد، همه اطاعت کردن از خداوند، اما جن اطاعت نکرد. یه جنی که در میانشون بود اطاعت نکرد. این ویژگیش اینه که نافرمانی کرد و خیلی هم لحن تند و پرخاشجویی داره. پس معلومه که از نظر شخصیتی، از نظر روانی مشکل داره، یعنی یک موجود روان پریشه. شیطان با برنامه ریزی هم کارش رو پیش میبره، به غیر از اینکه وسوسه میکنه،
از نیروهای از شیاطین جنی و انسی کمک میگیره. این نیستش که فقط و فقط به وسوسه اکتفا بکنه، بلکه برای ساز و کارهای دنیای بشر هم نقشه میکشه. عناوین مورد بررسی: ایجاد انحرافات فکری و اعتقادی در نسل‌های اول، قوم آدم و نوح علیهم السلام. فساد و انحراف بشر تا دوران نوح علیه السلام به حدی رسید که به فرموده خداوند در قرآن قوم نوح ظالمترین و طغیانگرترین اقوام شدند و بدون تردید این سقوط بزرگ انسانیت حاکی از دستاورد بزرگ جبهه باطل در نبرد علیه جبهه حق است. آیین بدلی میترائیسم. مدت ها پس از ماجرای نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام به عنوان پرچمدار جبهه حق در دوران خیش به دنبال رفعت پایه‌های کعبه، تشریع مناسک حج و آیین ابراهیمی بود و به موازات جبهه حق ابلیس اقدام به ایجاد نوع جدیدی از انحراف و فساد نمود. این انحراف چیزی جز بدلسازی عرفانی و نشر آیین جعلی و شیطانی میترائیسم در مقابل آیین توحیدی ابراهیم علیه السلام نبود. عرفان کابالا و علوم سحر و جادو. در دوران تمدن فراعنه، پیش از آمدن موسی علیه السلام، بلند پایگان جبهه شیطان به شکل جدی اقدام به ترویج علوم سحر و جادو کردند، به طوری که بعدها همین جریان به یک مکتب آیینی و عرفانی به نام کابالا تبدیل شد. کابالا اگرچه زایدگی انحرافات یهود بود، اما در واقع ادامه همان جریان میترائیسم است که اکنون علومش توسط شیاطین در اختیار پیروانشان قرار گرفته است. تشکیل انجمن فوق سری ایلومیناتی و فراموسونری. کابالیست ها که در حقیقت گروهی از یهودیان شیطان پرست بودند، عرفان و تصفف خودساختگی خود را در قالب کابالا توسعه دادند و در انجمن های مخفی ایلومیناتی و فراموسونری به برگزاری مراسم آیینی پرداختند. این مراسم مقدمه‌ای برای مرحله جدیدی از ظهور ابلیس و برپایی سلطنتی شیطانی در زمین بود. تشکیل گروه صهیونیسم. شجره خبیثه جبهه باطل از طریق ایلومیناتی و لوژهای مخفی ماسونی سرانجام در حدود قرن 18 میلادی و در اوج انقلاب صنعتی اروپا و ظهور مکاتب عرفانی باطل، جریانی پلیدتر و اصیلتر به نام صهیونیسم سکولار از دل فراماسون ها آشکار شد که در پس نقاب یهودیت پنهان گردید. صهیونیسم هسته مرکزی و لایه‌ای نزدیکتر به ابلیس برای اجرای منویات اوست که تا امروز فاجعه آفرینی بسیار کرده و چالش نظم نوین جهانی را برای جبهه باطل به ارمغان آورده است. صهیونیسم نوین جهانی. شبکه صهیونیسم بعدها شاخه های متعددی داد که از پروتستان تندرو در مسیحیت گرفته تا فرقه های نوینی چون بهائیت، وهابیت، داعش و غیره را به خود اختصاص داده است.